بینندگان عزیز، با سلام بر شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، با اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. طبق معمول چهارشنبه ها نیم ساعت برنامه رو زودتر شروع کردیم که با شما به مدت 90 دقیقه یک ساعت و نیم باشیم، بعد در ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو از آلمان باشیم تا ایشون درباره اسلام شناسی صحبت کنم. به اجازه بدید من همین اول برنامه تشکر کنم از آقای حسن خزائی، همشهری خوبمون، که خیلی جالب لطف کرده بود یه پیام گذاشته بود، به درستی خیلی خوشحال شدم یه ایرانی پیام درست گذاشت، تاریخ رو گفته، ساعت رو گفته، اسمش رو گفته و منظورش از این پیام هم گفته. بله، اون ماه قبل هم حمایت شما رسید، تشکر کردم در برنامه، ولی همین جوری که خودتون گفتید احتمالاً چون اول برنامه نبوده یا شما دقت نکردید یا حوصله نداشتید که برنامه رو ببینید. در صورت ممنون و متشکرم از شما و امیدوارم که به زودی شما بتونید اون برنامه‌ای رو که مایل هستید به صورت اخبار یا به صورت تفسیر خبر، هر چیزی که خودتون اسمش رو میخواین بذارید، اونها رو در تلویزیون مردم داشته باشید. بیشتر ممنونم از اینکه گفتید که به تلویزیون مردم اطمینان دارید و مایل هستید که بعد از صحبت کردن با اون تلویزیون‌های مختلف در این تلویزیون برنامه داشته باشید. اجازه بده به دوستان دیگه هم بگیم که اونها هم میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. یه آگهی دیدم نوشته بود در کار خریدن منزل 10 تا به اصطلاح نکته مهم رو باید انجام بدید. نوشته بود اول با ما تماس بگیرید، بعد نوشته بود اون نکته دیگر رو ما براتون انجام میدیم، نگران نباشید. در کار تلویزیون و برنامه داشتنم 100 تا کار مهم هست که باید انجام بدید. اولیش اینه که با من تماس بگیرید، اون 99 تا دیگر رو من براتون انجام میدم. خب امروز چهارشنبه 22 جون 2016 میلادی است و برابر است با 2 تیر ماه 1395. دیروز اول تیر ماه بود، 21 جون بلندترین میشه اول تابستون، اولین روز تابستان، و این تقویم ایرانی که ما داریم بالاخره بابا یه چیز درست هم داریم که هی نخواهیم چون چیزی نداریم بریم تو قبرستونا دنبال مرده ها بگردیم بهشون افتخار کنیم. این تقویمی که ما داریم میتونیم بگیم که دقیق ترین تقویمه. مثلا همیشه شما اون تیر و مرداد شهریور تابستون هست، فروردین اردیبهشت خرداد بهار هست، ایام عید اونجوری هوا و مثل ماهای سالهای قمری، مثل سال قمری نیست که هی عوض بشه و اینجا و اونجا بشه. در صورت این هم بزرگ طولانی ترین روز تابستان رو دیروز داشتیم که در بعضی از جاهای دنیا مثل استکهلم تمام روز آفتاب بوده و شب نداشتن. و این باز برمیگردیم به اون صحبت دوستمون که پیام گذاشته بود و تعریف کرده بود که چگونه اسلام که میگه همه مشکلات رو، همه پاسخ‌ها رو با این کتاب قرآن داره، چگونه اون موقع اینها متوجه نبودن که میتونن خیلی قشنگ بگن روزی 12 ساعت، روزی 10 ساعت، روزی 8 ساعت به اصطلاح روزه بگیرید و از ساعت فلان تا فلان حالا هر جای دنیا که میخواین باش. این هم از این ماجرا. و اما گفتم میتونم امروز 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو هستیم و امروز من یه عکسی رو روی فیسبوک گذاشتم، اجازه بدید براتون این رو نشون بدم. دوستان فیسبوک، کم کم شما ها معتاد شدید، من یادم میاد که بچه که بودیم من و داداش بزرگترم و این پسر عمه هام خیلی اذیت میکردیم و یه روزی یاد گرفتیم که سیگار اگه بکشیم به این گنجشکای بیچاره دودشو بدیم اینا عادت میکنن به ما و میان اونجا، و این کار کردیم با یک کاسه نبایه صافی میذاشتیم، یک چند تا
دون میریختیم اون زیر تا این گنجشکا میرفتن این چوبو میکشیدیم میافتاد و سرشون رو میگرفتیم ایشون رو میبردیم یه سیگار اینجوری میکشیدیم و دود میکردیم تو صورت این بنده خدا. بعد میدیدیم این فردا زور زودتر از ما که از مدرسه بیایم اومده اونجا و جیک جیک میکنه. در صورت شما دوستانم مثل اینکه همین جوری شدید، امیدوارم معتاد نشده باشید، ولی برنامه ما اینقدر جالب باشه که شما رو میان طفل گریز پا را به مدرسه میاره اینجوری باشه. بذارید من این عکس رو که توی فیسبوک گذاشتم بهتون نشون بدم و شما هم نظرتون رو در این مورد بگید. این عکسی هست که نشون میده یه نفر با جارو، اونم جاروهای ایرانی و قدیمی، با خاکنداز داره این 100 دلاری ها رو همش 100 دلاریه، 1 دلاری و 2 دلاری و 5 دلاری اینا نیست، داره این 100 دلاری ها رو جارو میکنه یا میروبه در اون خاکنداز. این رو من از یه جای دیگه برداشتم، نوشته تصوری که مردم داخل ایران از هموطنان خودشان در خارج از ایران مخصوصا در اروپا و آمریکا دارند. آیا شما هم همچین مشکلی دارید یا نه؟ در این مورد میتونید هم روی فیسبوک نظر بدید، هم پیام بذارید به هر دو شماره‌ای که روی صفحه تلویزیون میبینید و نظراتتون رو بگید. این هم از این ماجرا. و اما جمعه یکی از دوستان قرار شده یک ساعتی رو از تلویزیون مردم به اصطلاح خریداری کنه و توی این یک ساعت تلفن باز باشه، شماها بیاین هر چه میخواهد دل تنگتون بگید. چون بعضیا میگن که آقا چرا با آخوندا فحش نمیدیم، بیان شما فحش بدید، امیدواریم مشکل حل بشه همونجوری که تلویزیون های دیگه فحش میدن و مشکلاتتون حل شده. و این دوستمون قراره که پول بفرسته، اگه پول فرستاد اون یک ساعت تلفن بازه، روی فیسبوک شما میتونید نظر بنویسید، نظراتتون رو میخونم. و اینو در پخش این ویدیو مشکل داریم، دو بار تلاش کنید. وقتی که روی برنامه امروز شما کلیک میکنم میگوید در پخش این ویدیو نمیدونم. ببینید دوستان، بعضی از این ویدیوها در کشورهای مختلف ممکنه قانونی داشته باشن پلی نکنه، ولی بذارید من الان این رو بهتون نشون بدم. وقتی که ما میام روی فیسبوک به این صورته، اجازه بدید نگاه کنید، من این صفحه کامپیوترم رو الان با شما به قول آمریکایی‌ها شیر میکنم یا به شما نشون میدم، بعد ببینید چیه. من وقتی میام اینجا توی این صفحه صفحه فیسبوک تلویزیون مردم، سوربین رو میبینم، با همین پیرن آبی گرمشم بوده، آسیناش رو زده بالا، یقشم نبسته، کراواتم نزده، اینجا رو نگاه کنید، به قول آمریکایی‌ها کلیک میکنه. کلیک که میکنین یکم طول میکشه، بافر میکنه که 5 ثانیه از این ویدیو رو بیاره توی کامپیوتر شما، شروع میکنه به که حالا یکم طول کشیده. البته اینجا الان چون ما چندین دستگاه دارن استریم میکنن یه مقداری طول میکشه، ولی نباید اینجوری باشه، چون اگه اینجوری بود دوستان دیگه هم آقای خداوندلو شکایت میکردن. و ببینیم که چرا اینجوری هست. امروز این رو من صفحه رو ریفرش کردم. دوستان این ریفرش کردن صفحه رو یاد بگیرید. حالا دوباره میزنیم ببینیم چی میشه. این بار هم داره میچرخه. در صورت نمیدونم، این دستگاه ها هر کدومشون یه آهنگ و یه سازی میزنن و بیچاره ماها که باید به ساز و آهنگ اینها برقصیم وقتی که رقاص های خوبی هم نبوده و نیستیم. بله، ما رو این کلیک کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینیم که چی میشه. بله، ساعت 1:40 بعد از ظهر است. حالا اگر اینجا هم نمیتونید ببینید، بعد این برنامه بعد از 1-2 ساعت به صورت بایگانی و آرشیو میاد و روی صفحه بایگانی قرار میگیره، روی یوتیوب قرار میگیره و الی آخر. دوستان دیگه‌ای که روی فیسبوک هستن بنویسن که صدا و تصویر ما رو میگیرن یا نه. و اما اون عکس جارو کردن پول در خارج رو نوشتم، گذاشتم، نشونتون دادم. آقای جاوید شعافر
که خودشون هم چند مدتی در تلویزیون مردم برنامه داشتن، نوشتن زیر اون عکس که یکی از دوستانشون به نام آقای مینباشیان، حالا نمیدونم این همون تیمسار مینباشیان یا سرهنگ مینباشیان بوده، ایشون نوشته که 31 سال قبل به آقای جاوید شهافر گفته که بله در این کشورها پول ریخته روی زمین، ولی من و شما باید همت کنیم دولا بشیم اون پول رو برداریم. به ایشون گفتم که شما اصل مطلب رو نگرفتید، اصل مطلب اون قسمتی بوده که ایشون بهتون گفته دولا بشید، تا شما دولا بشید اون پول رو بردارید، این خارجی های زرنگ میپرن روتون و سوارتون میشن و حالا اگه دیگه راست میگید شما اینا رو پیاده کنید. و اینجوریه، اینجا تا 100 دلار از جونت کار نکشن 10 دلار بهت نمیدن، این 10 دلار هم شما باید 30 دلارش بدی بدید مالیات، اون 7 دلاری هم که داری باز هر چی میخوای بخری دوباره ازت مالیات میگیرن. و من نمیدونم این چه سیستمیه که صدای مردم هم در نمیاد که آقا ما این پول رو که مالیاتشو دادیم، حالا دیگه چرا میخوام بنزین بزنم دوباره ازم مالیات میگیری؟ چرا میخوام نون بخرم 6% دیگه مالیات میگیری؟ چرا میخوام کفش بخرم 10% مالیات میگیری؟ هیچ کی صدا نمیده. خب آقای شهافر، امیدواریم شما را هم به زودی در تلویزیون مردم داشته باشیم. نامه مشترک از آقای، بله آقای شهافر یک نامه رو، چون ایشون در استرالیا هستن، یک نامه مشترکی رو از نخست وزیر آقای ترنبل و وزیر زیرساخت‌های اون کشور آقای فلچر گذاشتن و درباره این که اینها ببینید چقدر آدمای خوبی ان، دولتای خوبی ان، از مردم نظرخواهی میکنن. من هم نوشتم که آقای شهافر میشه لطف کنید شما که در استرالیا هستید به ما بگید آیا اون دولت استرالیا، اون مردمانی که مردمان بومی اونجا رو اسیر کردن، به بردگی کشیدن، عقیم کردن، آیا اونها هم از مردمانشون نظرخواهی کردن؟ یعنی مردمان استرالیا در جرائمی که اونجا اتفاق افتاده سهیم و شریک هستن یا نه؟ منتظر پاسخ آقای شهافر هم هستیم. و اما بیچاره این امید دانا که من از همون اوائل بهش گفتم امید نادان، گویا این اسمش از امید شریفی دانا که نه شریفه نه دانا نه امیدوار هست، ناامیده بیچاره. در صد اون ماجرایی بود میگفتن هر کی کچله بهش میگن زلفری، هر کی کوره بهش میگن چراغعلی و اینها، این امید نادان یکی از اونهاست. ولی دلم سوخت امروز براش که از همه طرف مولد حمله قرار گرفته. دوستان ترک ویدیویی درست کردن دربارش صحبت کردن اینها. تنها چیزی که میشه به این امید ناشریف نادان گفت اینه که خودت کردی که لعنت بر خودت باد. نظر شما درباره امید دانا چیه؟ اون رو هم میتونید بگید. جمعه یک ساعت تلفن باز، فیسبوک باز، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، در صورتی که این دوستمون چکار کنه؟ اونجوری که گفته پول ارسال کنه. بدون پول، بدون بیمایه فطیر است. و اما آقای حسن خزایی اینجا نوشته بودن ولی چون گفتی اول برنامه بگو یه ستاره قرمز زدم نزدیکشو اول برنامه گفتم. بله هم ماه قبل حمایت شما رسید و این ماه هم اگر میگید دو سه روز پیش احیانا میشه شنبه یه شنبه میرسه، یا فردا یا پس فردا میرسه. این بار قول میدم که توی تلویزیون هم نشون بدم. اون بار هم این کاری کردم، تشکر کردم، اتفاقا گفتم که این دوستمون لطف میکنه پول و حمایت رو میفرسه ولی تا حالا یه برنامه اونجوری که باید و شاید قرارمون بوده نگذاشته. و اما آفتاب نیمه شب همین ماجرایی بود که براتون گفتم در سوئد یا در جاهایی که در خط جغرافیایی اونجا هستن، دیروز تمام روز روز بود، یعنی در تمام شبانه روز شب نداشتن و روزن روز 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 بود، شبانه روز نبود. اینم از این. و اما آقای پرویز مینویی امروز ساعت 5 بعد از ظهر وقت واشنگتن با شما هستن، به صورت مستقیم در حین برنامه‌ایشون میتونید با تلفن باهاشون تماس بگیرید. اکثر اوقات میتونم بگم تقریبا همیشه ایشون یادش میره که راجب تلفن بگه، اون آخر برنامه میگه که خب شما دوستانم تماس نگرفتید، سعی کنید تماس بگیرید و باهاشون اگر صحبتی هست در مورد برنامه‌های گذشته، برنامه‌هایی که روی
یوتیوب میذاریم یا برنامه امروزشون باهاشون صحبت کنیم. و اما برنامه ها به این صورت، بعد از برنامه من آقای یزدان خداوندلو از آلمان، بعدش یه سری شعر و آهنگای مال آقای شجریان و احمد به اصطلاح شاملو و خیام و اینها رو میذاریم، یا یه سری شعرهای یدالله طارمی همشهری عزیزمون، بعدش برنامه آقای مینویی، بعد از اون برنامه آقای فرزاد شبستری، بعد از اون کانون آوا، بعد از اون سوربی دوباره، و رادیو کیان ایران و آقای یزدان خداوندلو. میبینید ما اینجا 5-6 تا برنامه بیشتر نداریم. و میگه که we are watching سوربی جان. مرسی کامران عزیز. بعضی از دوستان کامران از آلمان میگن اونجا نشون نمیده روی فیسبوک، و خود منم اینجا که زدم انقدر چرخید، این وقتی میچرخه من یاد این ساعتایی میفتم که با زنجیر میگرفتن توی فیلم ها نشون میدادن و میگفتن طرف رو میخوان هیپنوتیزم کنن. میدونید که آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری ایشون میگفت تخصصش هیپنوتیزم کردنه، و من ندیده بودم هیچ وقت این کار رو انجام بده. فقط یک بار توی تلویزیون یک آقای چاق آمریکایی رو آورده بودن که فکر کنم برده بودن یه چلو کباب جانانه بهش داده بودن و آورده بودنشو گفتن خب بخواب اینجا این ساعتم یا هر چی ورد و خوندن، و این بنده خدا بعد از اون چلو کباب سنگین خوابید. بعدم ازش میپرسیدن حالا کی میشه شاه، میگو بله یه آقای هست همین دور و براست، همین دور و براست. اون موقع هم این رضا پهلوی تو ویرجینیا بود، گفت این میاد و میشه شاه و ایران رو آزاد میکنه. اون مرد آمریکایی امیدوارم از چلو کباب خوردن نمرده باشه، آقای مسعود دکتر مسعود انصاری مرد و رفت، ولی آقای شازده به آرزوش نرسید و شاه نشد. و اما این هم از این ماجرا. بریم سراغ پرونده‌هایی که من روی کامپیوتر براتون گذاشتم. اول از هر چیز تشکر میکنم از آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور که امروز بیوگرافی یا زندگی نامه دکتر امیر حسین آریانپور برادرشون رو فرستادن. من فقط اولین پاراگرافش رو میخونم، هر کسی این رو میخواد یا با آقای آریانپور تماس بگیره از ایشون بخواد براشون میفرستن، یا با من تا یکی دو روز آینده یعنی تا جمعه، بعد از اون این ایمیل ها این نوشته ها همه پاک میشه. باور کنید من دیروز نزدیک به 14,000 تا ایمیل رو پاک کردم که گوگل جا داشته باشه، چون میدونید گوگل همین سه داره جا کم میشه تموم میشه، پول بده بیشتر جا بگیر. دکتر امیر حسین آریانپور متولد 8 اسفند 1303 تهران، فرهنگ نویس، مترجم، و کار عظیمش تدوین فرهنگ تفصیلی علوم اجتماعی، در پرانتز نوشتن در حوزه فرهنگ فلسفه و جامعه شناسی، به 4 زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی این کتاب ها هست. پژوهشگر، جامعه شناس، استاد، مترجم، نویسنده. 8 اسفند سال 1303 در تهران به دنیا آمد. در گذشت 8 مرداد 1380 پدر ایشان امیر مهدی آریانپور، مادرشان بانو فخر ایران سپهری، برادران دکتر امیر اشرف و امیر هوشنگ، خواهران آریندخت و آذردخت، همسر ایشان هما بهبهانی، فرزندشان پویا. مشخصات فردیشون رو هم نوشتن، اجازه بدین این رو هم بخونیم، بعد همونجوری که گفتم هر کسی خواست من این رو براش میتونم پست کنم. غیر از تفکر ترقی خواهانه، بذارید من براتون اینجوری نشون بدم که یه وقت من چیزی رو اشتباه میخونم شما بتونید صحیحش رو ببینید و صحیحش رو خودتون به اصطلاح اونجا برای خودتون بخونید یا بعداً چیز کنید. دوستان اجازه بدید من همینجا از دوستانی که مخالف من هستن ولی برنامه ها رو تماشا میکنن تشکر کنم، از اونایی که مخالف من هستن ولی حماقتشون فکر میکنه که من دشمن اون هستم یا اون دشمن منه، واقعا نمیدونم چی بگم. امیدوارم فقط اینها یه روزی عاقل بشن، عقده‌ها رو کنار بذارن و به صورت یه مخالف برنامه‌ها رو نگاه کنن، به صورت یه مخالف با شهامت و شجاعت جلو بیان و نظرات خودشون رو بگن. شما اگر فکر میکنید حق با شماست از چی میترسید؟
که با شماره مخفی، با عکس مخفی، با فیسبوک مخفی جلو میاد. در هر صورت بازم تشکر میکنم از اونهایی که مخالف من هستن ولی برنامه ها رو نگاه میکنن. امیدوارم بتونن بیان نظراتشون رو بگن و با گفتن نظرات هست که حقایق و اصل واقعیت بیرون میاد. از اونایی که موافق من هستن خواهش میکنم حمایت کنن تلویزیون مردم رو تا این سکوی ارتباط و بلندگو رو باز بذاریم برای همه. و باز یک بار دیگه از اونایی که به دلیل نادانی، کم سوادی، بی سوادی مخالف من هستن ولی فکر میکنن دشمن من هستن یا من دشمن اونا هستن، تنها کاری که میتونم بکنم ازشون بخوام که همین جوری بمونید و برنامه ها رو نگاه کنید، شاید یه روزی شما هم آدم بشید. غیر از تفکر ترقی خواهانه، مردمی و علمی بودن آریان پور، دو خصیصه بارز دیگر در باب شخصیت و اندیشه های او برجستگی بیشتری داشت. نخست مهربانی و روحیه مثبت او در واری زندگی بود، دوم آشنایی عمیقش با ادبیات و فرهنگ ایران و اسلام بود. آریان پور کلامی گرم داشت که با مهربانی و عطوفت و تبسم همیشگیش آمیخته بود و از آن بالاتر خاکساری و فروتنی و افتادگی بی‌نظیرش بود. به خاطر آرمان‌ها و اندیشه‌هایش در دهه 40 و 50 در میان دانشجویان محبوب‌ترین استاد بود و با اینکه دچار بازنشستگی اجباری شد، اگر ندرتاً فرصتی برای سخنرانی او دست می‌داد، انبوه دانشجویان و دوستدارانش برای دیدار و شنیدار می‌شتافتند. شخصی متواضع و تجسم ادب و اخلاق نیک، یعنی مبادی آداب و اخلاق بود. دانشجویان هیچ وقت ندیدند کسی پیش از او اقدام به سلام کند، بلکه متواضعانه همیشه به سلام و احوالپرسی مبادرت میکرد. در عین داشتن عزت نفس اغلب شکست نفسی میکرد و خود را از صفات رذیله و کبر و خودبزرگبینی دور نگه میداشت. نسبت به همه کس، حتی مخالفانش، خیرخواه و متواضع بود. هیچ وقت دچار عصبانیت نمیشد. امیدوارم ما هم بتونیم این خصوصیات خوب ایشون، این محاسن رو داشته باشیم و این معایب خودمون رو به اصطلاح یه جوری یا رفع و رجوع کنیم و از دست بدیم بره. بریم سراغ یه دوستی که برای من نوشته بود که پا کردن در کفش سربی، پا تو کفش سربی. یه دوتا ایمیل فرستاد، اول خالی بود، گفتم آقا مثل که هول شدی نمیتونی حتی پاتو تو کفش ما بکنی. وقتی هم فرستاد، همین دوستی بود که ماه رمضان نوشته هایی رو میفرستن و میخونن، دیدم حقیقتا پاتو کفش من نکردن، تازه در تایید گفته های من اومدن صحبت کردن که اینو براتون امروز پخش میکنم راجع به ماجرای سنگاپور. چون من توی اون ماجرای بیل کلینتون و کش تو گوشی زدن شاه به نمیدونم سفیر عربستان یا برادر شاه به سفیر عربستان اینا صحبت کردم، ایشون در رابطه با سنگاپور که من اسمش را آوردم صحبت کرد. و اما ایشون نوشته که سلام، این کارتون در روزنامه الغد، یعنی فردا انتشار اردن امروز چاپ شده. در آن فشار مادی بر مردم را در ماه رمضان و بعد هم عیدش نشان می‌دهد که در میان دو هلال له شده، این هم ماه کمخوری و اقتصاد. این رو با هم ببینیم و خیلی جالبه این کاریکاتور، یا فکر کنم کاریکاتور باید بگیم. کارتون وقتی میگیم مجموعه یک کاریکاتورهایی هست که حرکت میکنن، ولی یه تصویر رو وقتی اینجوری میکشن فکر کنم بهش کاریکاتور میگن. اینجا هم نوشته کاریکاتیر بالاش نوشته. ببینید دو تا ما، این کمر این شخصی رو که لباساش هم پر وصل پینه هست پوش به اصطلاح خورد کرده و این دو ما قوزی شده، باری شده روی پشتش، رو یکش با دست گرفته یکش بسته و اینها. و به نظر من هر کی بوده خیلی جالب اینو کشیده. و میدونید همیشه گفتن که در یه عکس بعضی وقتا هزار تا کلمه رو بیان میکنه یا مساوی هزار تا گفته است. و اما دخالت همان فضولی است. گفتمتون این علی شیرازی عزیز چند مدتی هست که رفته به سراغ این چیزهایی که
جامعه شناسی دردهای جامعه و کار خوبی هم هست. یک نوشته ای رو برای من فرستادن، اجازه بدید من این رو اینجا نشون بدم. و خب نوشته که گفتگو با یک روانشناس، دخالت همان فضولی است. در خانه را روی هر کسی باز نکن. قبل از ورود به هر مکانی ابتدا در بزن و سپس بذارید این رفت، من برش گردونم که شما بتونید بخونید. یادمون میره بعضی وقتا اینو خاموش نگه داریم یا روشن باشه. بله دوستان عزیز، خانم بهیه جیلانی هم روی فیسبوک به ما پیوستن، بهشون خوش آمد میگم. ضمناً برنامه های ایشون رو که مصاحبه میکنن، شمایی که احوال میپرسید از من، اولا از ایشون دعوت کردم، به زودی با ما خواهند بود، ولی برنامه هاشون رو در رادیو کیان ایران که مصاحبه میکنن، گفتگو میکنن با آقای سرهنگ فرهومند، ما اینجا هر روز پخش میکنیم و شما هم میتونید هر روز ببینید و بشنوید. ضمن اینکه روی یوتیوب هم به صورت بایگانی قرار میدیم، روی فیسبوک خود سرهنگ فرهومند هم به اصطلاح پست میشه. ممنونم از خانم دکتر جیلانی گرامی. بولتن نیوز گفته که بله، گفته در هر جا که در خونه رو هر کسی باز نکنید، قبل از ورود به هر مکانی ابتدا در بزن و سپس وارد شو. اینها آموزه های تربیتی اولیه همه کودکان است که تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. میگن که بولتن نیوز مبنایش هم مشخص است: حفظ و رعایت حریم شخصی خود و دیگران. پس فرهنگ احترام و حفظ حریم کاملا تربیتی است که از کودکی شکل میگیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. اما جای تعجب است که چرا در میان ما ایرانیان جایی برای دخالت نکردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگری دیده نشده است. خب خانم جیلانی، اینجا وظیفه شماست که بیاین و به اصطلاح این رو برای ما باز کنید و کمک کنید. در حالی که اگر از کودکی به فرزندانمان مهارت‌هایی را برای احترام به حریم شخصی دیگران و حفظ استقلال آنان، چه با عنوان پدر، مادر، فرزند، همسر، همکار، همسایه و دوست و حتی رهگذر غریبه‌ای که از کنارمان می‌گذرد، به طور صحیح آموزش دهیم، می‌توانیم انتظار رسیدن به جامعه‌ای را داشته باشیم که در آن جامعه هیچ کس به بهانه کمک، دوست داشتن دیگری با یا جستجو در کارهایش زندگی او را به خطر نیندازد و عزت نفسش را زیر سوال نبرد. این گفته ها بخش هایی است از صحبت های دکتر پروین ناظمی، روانشناس، که در گفتگو با جام جم ابعاد مختلف دخالت کردن در امور دیگران را به عنوان یکی از ناهنجاری های رفتاری ایرانیان بررسی می کند. خب امیدوارم که این بحث ها رو بتونیم با وجود دوستانی در تلویزیون، چون من اگر بخوام از رو بخونم یه مقداری برای شما که نشستید و نگاه میکنید خسته کننده میشه و ما معمولا سعی میکنیم یه سرتیتری، یه پاراگرافی رو، هنوز نمیدونم این پاراگراف به فارسی چی میشه، میدونم سرتیت هدلاین میشه سرتیت، پاراگراف یا مثلا مقاله آرتیکل، ولی پاراگراف رو نمیدونم به ایرانی چی میشه. و اما امروز داشتم دنبال خبری از آقای صبری حسنپور میگشتم که این بیچاره ببینیم چه به سرش آمد. روز اول که گرفتنش آقای سیروس ملکوتی و این و اون و اون همه داد و بیداد و همه شده بودن مامورا و اکتشافی و فلان، حالا دیگه همه رفتن دنبال کار کاسبی پای منقلهای وافورشون، این بنده خدا هم اونجا مونده. ولی یه خبری رو من دیدم که این رو آقای اوسانلو گذاشته، نوشته که خبری از رفیق دموکراسی خواه جنبش همبستگی صبری حسنپور. ببینید این دوستان، نمیخوام بگم بعضی وقتا دانسته، ولی میتونم بگم نادانسته به همدیگه ضرر میزنن.
من نمیدونم آقای اوسانلو، آیا شما کمونیست هستی که دیگران رو رفیق صدا میکنی؟ چون این رفیق توی فرهنگ سیاسی ایران جای خودش رو باز کرده به عنوان کمونیست بودن. چرا با گفتن رفیق با آقای حسن صبری، با آقای صبری حسن پور که الان در بند و اسیر آخونداست، براش دردسر درست میکنی؟ آقای اوسانلو معمولا تا حالا جوابگو و پاسخگو نبودن و مثل توتی، مثل رادیو زبط، مثل نوار، مثل این عروسکایی که کوکشون میکنی، ولشون میکنی، بازی میکنن، فقط میان یه چیزی رو تکرار میکنن. هر سوالی ما از ایشون کردیم آقا اون صندوق چی شد، اون رأی گرفتن چی شد، یک یکی میندازنش کنار و فکر میکنن اگه خودشون بذارنش کنار ما هم فراموش میکنیم. یعنی درست کاری رو میکنن که چپک توی شنزارا و توی برف این کار رو انجام میده، سر خودش رو میکنه در برف، قنبلش رو میکنه هوا، فکر میکنه که اون شکارچی ها قنبلش رو نمیبینن. آقای اوسانلو، قنبل شما و دوستان بیرونه، بیان یک کاری کنید، یه مقداری رو راستر، یه مقداری یواشتر، آهستر. چرا شما آقای صبری حسن پور رو رفیق صدا کردی؟ نوشتن که دوست ما، بعدش صبری حسن پور در زندان 66 سپاه پاسداران در کوهپایه های افسریه در انفرادی های زیرزمینی هستند، همان مکانی که دکتر حبیب الله پیمان هم مدتی آنجا بودند. سلول هایی که در تاریکی مطلق قرار دارند برای نجات او باز هم تلاش میکنیم. وقتی شما کلمه باز هم تلاش میکنیم، یعنی قبلا هم تلاش کردید. تلاش های قبلی شما چی بوده؟ به کجا رسیده؟ اگه به جایی نرسیده، این بنده خدا رو از زندان معمولی فرستادی زندان تک نفره سیاه چال، لطف کنید به اصطلاح این تلاش ها رو نکنید. مرحمت فرموده ما را مس کنید، یا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خیلی ممنونم از شما دوستانی که بین این همه تلویزیون که پشت سر من هست، تلویزیون مردم رو دارید نگاه میکنید. همونجوری که بارها گفتم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یه دوستی داریم که برای ما گهگاهی میاد و ضرب المثل، نوشته های کوتاه، گفته های قصار از مردان بزرگ، از زنان بزرگ می نویسه. امروز نوشته که حاکمی به مردمش گفت صادقانه مشکلات خود را با من در میان بگذارید و بگویید. حسنک بلند شد و گفت گندم و شیر چی شد؟ مسکن و کار چی شد؟ حاکم پاسخ داد بسیار ممنونم حسنک که مرا آگاه نمودی، همه چیز به زودی درست خواهد شد. یک سال گذشت و دوباره حاکم به تخت نشست و فرمود صادقانه مشکلاتتان را بگویید. هیچ کس هیچ چیز نگفت و هیچ کس هیچ چیزی نپرسید که گندم و شیر چی شد یا کار و مسکن چی شد. تنها یک نفر خیلی آهسته زیر لب از دوستش پرسید حسنک چه شد؟ این خیلی جالبه. ممنونم از این دوستمون. و اما اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود. و یک نوشته ای را امروز من روی فیسبوک دیدم، برای شما هم اینجا نشون میدم و بیچاره گفتم اگر آقای مهدی بازرگان، حالا اگر روح و نمیدونم اینا رو باور داشته باشیم و زنده یعنی بتونه یه جوری این رو ببینه، بخونه، بفهمه، فکر کنم توی قبر چند دور دور خودش میپره. به به، چه پیراهن خوشگلی، چه رنگی، مرسی. این بلو کالر، اینجا کارگرا رنگ آبی میپوشن، کارمندا رنگ سفید میپوشن و ما کارگر هستیم، افتخارم میکنیم، آبی هم میپوشیم. فیش مهندس بازرگان، حقوق مهندس بازرگان و هزینه قضای همسرش. فیش حقوقی مهندس بازرگان و باقی قضایا. مهندس هاشم سباقیان، وزیر کشور دولت موقت، در خاطره از مهندس بازرگان می نویسد چند ماه از نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان گذشته بود که فیش حقوقی ایشان از حسابداری نخست وزیری رسید. بازرگان نگاهی به آن افکند و گفت مگر این مردم چند بار باید به من حقوق بدهند؟
من حقوق بازنشستگی را از دانشگاه دریافت می کنم و آن نتیجه 30 سال خدمت فرهنگی این جانب بوده است. بنابراین این مبلغ را به خزانه برگردانید و از ماه بعد دیگر فیش حقوقی به نام من صادر نکنید. پس از ترورهای گروه فرقان، آقای مهندس بازرگان آمادگی پیدا کردند که حفاظت مختصری از ایشان، میدونید با اتوبوس واحد میرفت سر کار و میومد و بعضی وقتا هم حتی ماشین خودش رو رانندگی میکرد، که حفاظت مختصری از ایشان و محل کار و خانهشان به عمل آید. لذا آقای بازرگان و همسرش مدتی از دوران نخست وزیری را در یکی از آپارتمان‌های دولتی که قبلا محل زندگی نگهبانان کاخ شاپور غلامرضا در دوران طاغوت بود زندگی میکرد. چون در آغاز انقلاب شب و روز به کارهای مردم و امور مملکت میرسید و نمیتوانست به خانه خود برود، قضای ایشان و همسرش مانند همه کارمندان نخست وزیری هنگام نهار و شام در منزل و یا دفتر کار ایشان داده میشد. یک روز از من هاشم سباقیان پرسید که هر پرس قضا چقدر برای دولت تمام می شود؟ جواب دادم باید سوال کنم. پس از آن که از مسئولین این مورد سوال نمودم، گفتند 140 تومان هزینه می شود. چند ماه بعد مهندس بازرگان چکی در حدود 30,000 تومان از حساب شخصی خود امضا کرد و دستور داد که به حساب خزانه دولت بریزند. من با حیرت گفتم این چک را برای چه نوشته اید؟ جواب داد در مورد قضای خود حرفی ندارم، اما پول قضای همسرم را باید به بیت المال بپردازم. خب اینجا 2-3 نکته رو باید گوشزد کنید. اولا بله، از اینکه آقای مهدی بازرگان خیلی آدم پاکی بوده و باورمندی بوده هیچ حرفی توش نیست، آدم ساده و صادقی هم بوده، با همین صداقتش گول خمینی و دیگران خورد، هیچ حرفی داخلش نیست. ولی یادتونه انقلاب که شد، من فکر کنم چلو کباب نقل 2 تومن 3 تومن بود، فقط برای اینکه به ریخت و پاش‌های دولت توجه کنید. ببینید اون موقع یه پرس قضا که درست میکردن پای من و شما ملت 140 تومان هزینه برمی داشته. ناگفته نماند که این آپارتمان مال کی بوده؟ مال مأمورانی که کاخ شاپور غلامرضا رو نگهبانی میکردن. ببینید حالا اونا که دیگه وزیر دربار داشتن چه خرجی؟ البته باز ناگفته نماند، بازم صد رحمت به اونها، اینا که الان خراب کردن رفته. امروز یه چیزی میخوندم که قیمت بنزین 1 تومن بود در هر لیتر 1357، که من فکر کنم اشتباهه، 6000 بنزین معمولی بود، سوپر 1 تومن بود اگه اشتباه نکنم، الان 1000 تومن، یعنی 1000 برابر شده. و این دولتیه که آمد و حکومتیه که آمد به مردم قول داد ما همه چیزو به شما مجانی میدیم، خونه نخرید، منزل نمیدونم نسازید، ما بهتون میدیم، و مردم رو به این روز انداخت که آقای مأمور ساواک یا اون سرکرده جنایتکاران ثابتی آزاد برای خودش بگرده، بیاد کتاب بنویسه، دروغ بگه، مأمورین دیگه هم از سوراخ بیان بیرون و تازه یه کاری کنن که ملت هم بنویسن به به درود بر ساواک. واقعا ننگ بر شما آخوندا که اگر انقدر خوب بودید اینا جرأت نمی‌کردن از سوراخ‌ها بیرون بیان. و اونا به چه روزی افتادن، چه جوری در به در شدن، حالا شما وایسید تا چه جوری در به در بشین. دوستان اگر تا امروز هر مشکلی داشتید حل شد، تموم شد، چون تمام مشکلات ما آخرش به اینجا میرسید که این آقای مولوی، مولانا، رومی، جلال الدین بلخی سفید بوده یا سیاه بوده یا قهوه‌ای بوده. یه دوست ما آمده توی تلویزیون‌های آمریکایی برای اونها مصاحبه کرده و ثابت کرده که ایشون سفید بوده. هورا، مشکلاتمون حل شد. ای داده بیده.
زندگی نامه رفیق محمد رضا قنبرپور از ماهنامه کارگری شماره 28. من برای این دوستانم همین رو نوشتم. شما وقتی معمولا زندگی نامه یه نفر میگید، یعنی این بیچاره یا کشته شده یا چیز شده، به اصطلاح مفقود الاثره یا فلان. و چقدر میخوان شما ذکر مصیبت کنید، مثل آخونده که ذکر مصیبت کربلا رو میکنن، ولی یکیتون راه فردا رو نمیتونید به ما نشون بدید چه باید کرد، معمولا هم جواب نمیده. و اما این نویسنده و دوست در مقاله امروزش درباره سنگاپور، سنگاپوره به عربی مقاله نوشته. او شرح داده چگونه با منبع نژادپرستی و جنگ با فساد توانسته ملت را به سطح دانش و کار بالا بیاورد، بدون داشتن منبع طبیعی کشور بسازد، روزی 2.5 میلیون تن مواد نفتی تصفیه شده صادر کند. متوجه نشدم، شما یه جا میگید بدون داشتن منابع طبیعی، بعد میگید روزی 2.5 میلیون مواد نفتی تصفیه شده، یعنی مواد نفتی دیگران رو تصفیه میکنن و بابتش پول میگیرن. حالا صحبتایی که این دوستمون میکنه و من الان براتون پخش میکنم توضیح میده که اون وقتی که رئیس جمهور سنگاپور آمد و خیلی قشنگ به مردم گفت که ببینید ما هیچی نداریم، باید همت کنید و اگر میخواین دست روی زانوهای خودتون بذارید تا به جای برسید. سنگاپور یکی از صنعتاش این به اصطلاح تربیت کردن خدمه‌های هواپیماییه و اینا 2-3 سال که کار میکنن بهشون میگه بسته دیگه برید کنار. طرف میگه ای بابا برای چی؟ میگه من فقط میخواستم شما برید کشورهای دیگر رو ببینید، وارد بشید، حالا با این دانشتون برید توی بازار کار پیدا کنید و خدمتکار خوبی باشید برای مردم. با همین گوش میدیم این برنامه رو. بله، 600 بندر دریایی دنیا به این آقایان که بر ما حکم میکنن و آنان که از مستبدان گذشته دفاع میکنن بگویید شرم بر شما که در سرزمینتان بی عدالتی برپاست، فقر گریبانگیر و با این همه ثروت معدنی و کشاورزی نتوانسته اید میهن و هم میهن بسازید و فقط با نیروی امنیت همه را بره کرده اید. بذارید من این مقاله رو ببینم، احتمالاً به عربی هست. بله، همون دوستمون آقای قاسم حسین، کتاب یا کاتب بحرینی این به اصطلاح مقاله رو نوشتن. اجازه بدید که اینو نشون بدم براتون، درباره چیز هست، ولی پیام اون دوستمون رو پخش کنم که من میخواستم یه چند تا عکس از سنگاپور نشون بدم و میدونید که سنگاپور یه جای خیلی تر تمیزی هست و مرتب و اینها. و اما پیام اون دوستمون رو یک لحظه اجازه بدید برگردم اینجا. امان از این دست تنها بودن. خب ریکوردینگ امروز ولی من نفهمیدم چرا اسم این برنامه رو شما گذاشتید پا تو کفش سربی کردن. این پا تو کفش من نکردید و نمیدونم، در اصل بعضی وقتا خودتون بهتر میدونید کجا رفت. این الان براتون نشون میدم. بفرمایید. امروز دلم میخواد اجازه بدید که از آقای سربی تقلید کنم. خب آهان، تقلید کنی نه انتقاد. خب من اشکالی ندیدم پس. تقلید اب نداره، البته یادت باشه خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باش باد. ولی یادمون باشه من همیشه گفتم دوستان زحمت نکشید، چرخ را از اول بخواید بسازید، برید قشنگ چرخ های ساخته رو تقلید کنید، ازش استفاده کنید، بار رو به مقصد برسونید و یادی هم کنید از اینکه اون چرخ رو ساخته که به این راحتی شما بتونید ازش استفاده کنید. من از اول این پیام رو پخش میکنم و ساکت میشم و قول میدم که در حین صحبت های شما حرف نزنم. بفهم. امروز دلم میخواد اجازه بدید که از آقای سربی تقلید کنم. خب درودو که گفتیم، تاریخ امروزم که گفتیم، بریم سر یه موضوع دیگه. آقای سربی در برنامه گذشتهشون به سنگاپور اشاره کردند. اون مطلبی بود درباره دخالت پرزیدنت کلینتون برای نجات یک
جوان آمریکایی که در سنگاپور یه ماشینی رو رنگ زده بود و دادگاه یک هفته زندان و 5 ضربه شلاق محکومش کرده بود و چون سنگاپور رو گفتن من خواستم یک اطلاعاتی درباره سنگاپور خدمتتون عرض کنم. البته هر چی که من میگم در اینترنت و در یوتیوب هست، لیکن ما خوشمون نمیاد درباره دیگران بدونیم و بیشتر به داخل خودمون میریم، گذشتمون رو هی بزرگ میکنیم و هی بهش افتخار میکنیم و از این حرفا. حالا ببینید سنگاپور کجاست. سنگاپور یک جزیره بزرگ و چندین جزیره کوچیکه در جنوب مالزی قرار گرفته و شمال اندونزی و در دهانه خلیجی که طرف کامبوج و ویتنام و ژاپن میره. موقعیتش برای انگلستان در جنگ جهانی دوم برای روبرو شدن با ژاپنیا خیلی مهم بود و در 9 اوت سال 1965 استقلالش رو به دست آورد. وقتی که استقلال گرفت یک جزیره یا یک سرزمین کثیف عقب افتاده با جمعیت چندین صد هزار نفره ای بود که همشون از کشورهای مختلف اومده بودن، هندی بود و مالزی بود و بنگلادشی بود و سریلانکی بود و ویتنامی و تایوانی، همه از اطراف اومده بودن اونجا. کسی که نخست وزیر شد آقایی بود به نام لی کوان یو که 2 سال پیش درگذشت. آقای لی کوان یو اومد به واقعیت رو به ملت گفت، گفت که ما هیچی نداریم و این سنگاپور نه آب داره، آب نوشابه داره، آشامیدنی داره و نه شن داره که توش بسازه، هیچی نداره، فقط جاش مهمه. و گفت که ما فقط انسان داریم، بیایید از این انسان ثروت بسازیم. و فشار بر آموزش آورد و سطح آموزش رو بالا آورد. تعلیم آموزش نه فقط این بود بلکه در تمام زمینه‌ها دانش رو بالا برد. جوانا رو فرستاد خارج درس خوندن و زبون انگلیسی رو زبون رسمی کرد. همه میتونن زبون خودشون صحبت کنن، همه آزادن هر جایی هر دینی رو بخوان داشته باشن، ولی که باید وفاشون و علاقهشون به کشورشون باشه نه به چیزای دیگه. برای این نهی که شما وقتی توریست باشید و برید سنگاپور میتونید در تمام معابدشون، مسجدها، کلیساها در بزنید، تو اینا به عنوان موزه باز کردن و مردم داخل میشن، وقتی که عبادت میکنه عبادت میکنه. خلاصه آقا فشار آورد و مردم رو بالا آورد. یکی از کارهایی که کرد یک بزرگترین بندر رو در شرق آسیا ساخت. این بندر تا حالا خدمت تمام کشورهای آسیایی میکنه، یعنی کالا رو میارن توی سنگاپور، سنگاپور میذاره توی کشتی هایی که طرف جاهای دیگه دنیا میرن. برای اینکه بشناسیم که چرا این تاثیر آموزش و فشار بر مردم چی بوده و چی شده، این شماره ها رو براتون، این آمار رو خدمتتون عرض می‌کنم. در هند در یک ساعت 19 کنتینر برای کشتی سوار می‌کنه. در آمریکا 21 و 22. در سنگاپور در همون یک ساعت 48. برای همینه که تا حالای حالا با اینکه چین این همه صادرات داره، همشو از راه اکثریتشو از راه سنگاپور به دنیا میفرسته. بزرگترین فرودگاه در نیمه جنوبی کره زمین رو درست کرد. بهترین و بزرگترین هواپیمایی رو ساخت. تمام جوانها رو تعلیم داد که برن میهماندار بشن. و دخترها پسرها میرفتن از سن 22 سالگی تا سن 35 سالگی مهماندار هواپیماها میشدن و بیرونشون میکرد. گفتن بابا ما هنوز جون داریم میتونیم من کار بکنیم. گفت نه، من نگذاشتم تو مهماندار بشم، گفتم که برید دنیا و افق فکرتون گسترش پیدا بکنه، برید دنبال کارهای دیگه. تا حالا در این کشورهایی که کارگر میفرستن به خارج مثل منطقه خلیج فارس، کشورهای مثل ژاپن و اینجور جاها، کارگر سنگاپوری نیست و اگر یک سنگاپوری بیاد به عنوان کارشناس میاد. این همه رو آقای لی کوان یو از بی پولی بی ثروتی ساخت. در عرض این چند سال ارزش پولش تقریبا 40% بالا رفته، جزو 10 کشوریه که فاسد نیست.
حالا اجازه بدید بهتون بگم. وقتی من با یک دوست تاجر چینی که اهل سنگاپور باش صحبت میکردم، گفتم خب این آقای لی کوان یو پول داره یا نه، میدوزنه؟ گفت بله میلیونره. گفتم از کجا میلیونر شده؟ گفت که وقتی که طراحی میکنن این جزیره رو، میدونه که این راه از اینجا میره زمینا گرون میشه، میره این زمینا رو قبلا میخره و بعد میفروشه. گفتم کاش ما هم همینطور بودیم، نه فقط زمینا رو میخرن، مردم رو میخرن، راه رو میخرن، همه چیز مال خودشونه. و بعد وقتی که سرنگون میشن، طرفدارانشون مثل این سلطنت طرف ها شروع میکنن بزرگشون کنن. آقای محترم، آقایان خانم، اگر این شاه خوب بود این بلاها رو سر خودش نمی بود. اگر دانش بود، دانش میدونست، علم داشت، از تاریخ خبر داشت، این بلا به سر خودش نمی اومد. وقت تاریخ رو میخوند و میفهمید. من آخرین چاپ کتاب حاج نظام الملک رو که خوندم به عنوان سیاست نامه نوشته بود بنا به دستور اعلی حضرت همایون چاپ شده. گفتم ای کاش خودش این کتاب رو میخوند و میفهمید دنیا چجوریه. خلاصه این مسئله لی کوان یو و سنگاپور شما میتونید در جاهای دیگه برید ببینید. راست راستی یه نصیحت میخوام بکنم، ببخشید نه نصیحت، یک پیشنهاد بکنم به این کسانی که اینقدر میشینن درباره گذشته و تاریخ ایران حرف میزنن. همه چیزایی که میگید درست، آخه آیا کسی که همچین گذشته داره شایسته است که وضعش این طور باشه و چرا؟ به من جواب بدید. برای که سخنانم رو تموم بکنم اجازه بدید یک حادثه ای رو تعریف بکنم که قبل از 2-3 سال در عراق شد. یکی از وزرا رفته بود بازار ملی، جایی که مردم میان روزا یا روزهای بعضی روزهای هفته رو زمین میشینن جنسشون رو میفروشن و میرن. یکی دید که سنگ میفروشه، این سنگایی که تو انگشتر میکنن تو گلو بند و اینا میکنن. پرسید ازش این سنگا چیه؟ گفت این سنگ مال پوله، این سنگ مال ثروته، این سنگ برای اضافه پوله، این سنگ برای تندرستی، دور کردن میکروب ها، فرار از غم ها، رفتن طرف خوشبختی، ازدواج موفق، بچه سلام، همه اینا رو برای شروع کردن. و دیره نگاهی بهش کرده گفت که آقا جون شما که این همه اینا رو داری، بعد باید این طور باشه که رو زمین نشسته باشه سنگ بفروشی. حالا منم این سخن رو به این آقایون و خانوما میگم و میخوام فقط فکر بکنم. یه چیزی هم بهتون بگم، در آینده من درباره فکر و مغز صحبت خواهم کرد، ولی که اینو یاد داشته باشید که انسان اشتباه میکنه که فکر میکنه فکرش آزاده و اون چیزی که میگه و اون چیزی که بیان میکنه از خودش میگه. روز و شب بر همه شما خوش، سلامت و تندرست باشید. بسیار ممنونم. این قسمتی که گفت توی اون مارکت روزانه، اتفاقا توی مینا و اینا هم بود، بهش میگفتم مثلا پنجشنبه بازار، اینجا هم یه جاهایی هست یا به اسم روزها یا میگن مثلا فارم مارکت، چیزایی مال کشاورزی یا مزرعه و اینها رو میارن میفروشن، یا فلی مارکت. توی آلمان اگه اشتباه نکنم فکر کنم میگفتم فلو مارکت. در هر صورت این جالب بود که میگه که این سنگ ها چیه. این سنگ ها رو هم فکر کنم جم بهش میگن، همون جم تی وی، یعنی همین سنگ های قیمتی رو، اینها رو بهش میگن جم. و اون طرف میگه این برای اینه، این برای پول زیاد شدن اینا، و این میگه اگه اینقدر اینا رو بلدی و میدونستی چیه. مثل این ماجرایی که طرف نوشته $10 بدید بیاین من بهتون سرنوشتتون رو بگم و اینا، معمولا هم به همه میگه خوشبخت میشین و پولدار میشین اینها، ولی شما باید یه بار دیگه هم هفته آینده بیاین تا چیزای جدید بهتون بگم. و این یه گوینده تلویزیونی رفته بود با دوربین پهلوی یکی از اینا، گفته بود که شما پیشگویی میکنید؟ گفته بود بله. گفته بود که میدونید یعنی مثلا چه اتفاقی میفته در آینده و اینها؟ گفته بود بله. فوری یه کشیدی زده بود تو گوشش دعوا و اینها که چرا زدی؟ گفت تو خودت گفتی که میدونی، پس باید میدونستی که من اصلا برای چی اومدم اینجا، میخوام بزنمت. همون اول بگی آقا من با تو کاری ندارم چون تو میخوای بزنی تو گوشم. در صورت اینم این ماجرا شد. علی عزیز میپرسه که آیا میشه با شماره تلفن هم وقتی میام نوشته که میتونم با شماره شما از ترکیه تماس بگیرم. علی جان مگه تو غار زندگی میکنی؟ این روزا
از هر تلفنی از هر جای دنیا با اون یا یک جای دیگه میشه به اصطلاح تماس بگیری. البته بهتون گفتم این علی خیلی شوخ بود و اذیت میکرد و اینا توی هنرستان، احتمالا اینها هم جزو شوخیاش هست. یکی دیگه نوشته که با سلام، دارم میام آمریکا، وقتی میام میخوام یه پارو با خودم بیارم که پول پارو کنم. راستی چرا میگفتن پول پارو میکنن؟ میدونیم که ما پارو رو برای برف استفاده میکنن، لابد برای این بوده که هیچ چیزی از داخلش در نره، جارو و اون چیزهای دیگه که مثل برای کاه و اینا استفاده میکنن سوراخ داره در میره، ولی پاروی تیکه آهن صافه که الان هم پلاستیکیه برای این. در صورت بله، از همه جای دنیا شما میتونید با ما تماس بگیرید، همونجوری که گفتم جمعه 1 ساعت تلفن باز، در صورت که این دوستمون پولشو بفرسه، فیسبوک باز، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. همین الان هم شما رو فیسبوک اگه چیزی بنویسید من اینجا ببینم میتونم بخونم. دوستان عزیز، الان که تابستون شده، اگر کسی هست بچه‌هاش دانشگاه میره، 2 ماه 3 ماه الان تعطیله، حاضره که چند ساعت در هفته، همین 2 ساعتایی که ما برنامه داریم، بیان اینجا این کارهای تلویزیون اینا رو انجام بدن، ما میتونیم آخر این چیز یک نامه هم براشون بنویسیم که ایشون آمده اینجا کار کرده در رشته مثلا رادیو تلویزیون و یا صدا و تصویر و اینها، اونو بتونه کردیت بگیره. من نمیدونم تا حالا این کارو با دانشگاه انجام ندادیم، ولی خیلی جاها هستن قبول میکنن. وقتی یه شرکتی هست، یک سازمانی هست، طرف میاد کار میکنه، یه نامه بهش میدن که این مثلا 2 ماه اینجا کار کرده و توی این قسمت ها به ما کمک کرده، خود این میشه یک کردیتی برای کار کردن جای دیگه. احمد خاتمی و حذف نوروز، هجوم احمد خاتمی به عید نوروز و به ملیت ایرانی و حرام دانستن وطن دوستی و ملیگرایی. دیدید دیگه یه چیزایی مال 20 سال 10 سال پیش هی میچرخونن. من معمولا به این دوستان که بیشتر سلطنت طلب هستن، ولی این بار این رو آقای علی شیرازی برام فرستاده، بهشون به شوخی میگم اصلا نگران نباشید، قبل از اینکه عید برسه این آخوندا از بین رفتن، چون اون کسی که اینا رو برای شما فرستاده خودشون تو تلویزیون‌هاشون همیشه میگن ما 6 ماه دیگه میریم. مجاهدا میگن امسال سال فروپاشی آخوندان، هر سال میگن. شاهپرستا میگن که ما 6 ماه دیگه برمیگردیم. آقای رضا پهلوی سال 2001 آمد تو برنامه آقای احمد رضا خدای بهالو، گفت که الان یه خبرای خوبی دارم که من تا 2-3 ماه آینده یه اتفاق خیلی مهمی میفته، ولی نمیتونم از این آنتن بگم. که آقای بهالو بعد از این پرسید چیه این آنتنه؟ آنتن جاسوساست؟ قبولش نداری؟ یا بعد آقای بهالو به عنوان یه ژورنالیست بعد میره دنبالش میگه آقا چی شد؟ تو 2-3 ماه قول، 2-3 ماه پیش قول دادی یه اتفاق خوب میفته. حتما بعدم آقا رضا میخواد بگه بیا دیگه اتفاق خوب افتاد، ببین این ساختمون بلند رو خریدم الان دادم اجاره چنین و چنان، کارمون خیلی خرابه. یه دوستی داریم به نام خانم ماندانا، این دوستمون هم لطف میکنن، بعضی وقتا آمریکا بهشون میگن اینپوت یا بعضیا میگن کانتریبیوتر، یعنی اینا یه برنامه که شما داری برای که همش از مغز یه نفر نیاد بیرون و یک طرفه و یک سویه بشه، دوستان دیگه هم میان از طرق مختلف، مثل اون دوستمون که درباره سنگاپور صحبت میکنه، ما به فارسی میگیم سنگاپور، مثل این دوستمون که درباره محمد علی کلی و این خواننده‌ای که مسلمون شده صحبت میکنه. بفرمایید و ممنونم که لطف کردید پیام گذاشتید. بفرمایید. سلام آقای سوربی، من ماندانا هستم، امیدوارم که همه چی خوب باشه. شما در برنامه‌های قبلی خودتون درباره یک دو مورد صحبت کردین که یکی از اونا راجع به محمد علی بوکسور معروف بود که 2-3 هفته قبل فوت شد. گفتید که یه نفر برای شما نوشته چون مسلمان بوده ازش خوشش نمیاد. کسانی که دین خودشون رو عوض میکنن معمولا خیلی بیشتر از کسانی که با اون مذهب به دنیا میان مذهبی هستن. البته محمد علی اینطور که پیدا بود گمان نمیرفت که مسلمان تندروی بود، اعتقاداتش رو برای خودش نگه داشته بود و مسلمان اونا عملا میکرد، ولی نه زنش رو مجبور به پوشیدن حجاب کرده بود، نه دخترانش رو، و نه ریخت و قیافه خودش رو تغییر داده بود، ریش نداشت، شب بلا و لباس گشاد بلند نمی پوشید، همون شکلی بود که قبلا بود. داشتن مذهب و عمل کردن با آن به صورت ظاهر و لباس پوشیدن نیست، چه زن چه مرد. و اما
خودداری کردن از رفتن به سربازی به نظر نمیرسه که چون مسلمان معتقد به دین اسلام بود از رفتن امتناع کرد. اگر این مذهب رو هم نداشت من فکر نمیکردم به جبهه میرفت. آخرش هم دیدیم که حرفمون درست بود. آمریکایی هم میشه میگن که جنگ ویتنام یه اشتباه بوده. همه جنگ ها اشتباهه. تا حالا هم هیچ مسئله رو حل نکرده. این جمله اون رو حتما خیلی ها شنیدن که خبرنگارا و فیلم بردارا دورش رو گرفته بودن ازش سوال میکردن که درباره نرفتن به جبهه. گفت ویتنامی ها به من کاری نکردن. چرا من باید برم اونها رو بکشم؟ They never called me nigger. با گفتن این جمله یه تنه هم به هموطنهای سفید پوستش زد. یه بار دیگه برای یه ایده صحبت میکرد که بیشتر اونا سیاه پوست بودن، گفتش که در تمام نقاشی ها همه جای دنیا فرشته ها رو که میکشن با بالاشون همشون سفید پوستن، یه فرشته سیاه پوست دیده نمیشه. سانتا کلاس همیشه سفیده، حتی جیزز هم همیشه سفید پوسته، چشمش هم آبیه. تبعیض نژادی رو به رخ میکشید. من یکی از کسانی بود که به خاطر سرسختیش و روک بودنش برای کاستی های جامعه در هر موردی در دنیای ورزش به خصوصی فراموش نخواهد شد. صرف نظر از اعتقادات مذهبی و مسلکی که داشت و صد درصد به شخص خودش مربوط بود، به نظر من ارتباط به هیچ کس نداره. من کردن یه نفر از اینکه یه مذهبی داره به خاطر یه امر سیاسی که اتفاق افتاده، حالا به هر صورتی هست، این به نظر من کار صحیح نیستش. یک خواننده انگلیسی بود، یعنی خواننده انگلیسی بود ولی حالا دیگه نیست، به اسم کات استیونز. حالا دیگه خواننده نیست. این آرتیست خیلی بااستعدادی بود. پدرش یونانی بود، مادرش اهل سوئد بود، ولی در لندن زندگی میکردن، اونم در اونجا به دنیا آمده بودن، ولی انگلیسی بود. شعر ترانه هاشو خودش میگفت، شاعر بود، آهنگ ترانه هاشو خودش میساخت، خواننده‌اش هم خودش بود، گیتار و پیانو شدم چند تا دیگه بسار از این چیزایی که بسار گیتار و نمیدونم بیولون چیزی کم شاید میزده. در سالهای 1970 مرد جوانی بود با موهای بلند و ریش بلند سیاه، یک کمی با بقیه فرق داشت. شعرهای ترانه هاش خیلی خوب و معنیدار بود. مثلا یکی از اون ترانه هایی که اون موقع سال 1972 خونده بود راجع به انوایرمنت بود، که میگفت که این همه جامب و جت که دائم در آسمان شهر و صدای زیادی در حرکت هستن، آسمان خراش هایی که هر روز تعدادشون در شهرها زیاد میشه، به من بگید بچه ها کجا باید بازی کنن. و چند تا ترانه هم راجع به جیزوز داشت و یکی از اونها رو هنوز در ایام کریسمس در بعضی از کلیساها ها دسته های کور که با هم آواز میخونن، این ترانه رو به اسم Morning Glory میخونن. در اواخر سالهای 70 هم مسلمون شد، دینشو عوض کرد و اسمش هم عوض کرد که یوسف اسلام، اسلام فامیلی شد. همون سالای 80 این یه عده اومد تورنتو، دانشگاه تورنتو، یه عده مردم و خبرنگار و عکاس و فیلم بردار اینا رفته بودن و او زن و یه دختر 5-6 سالش هم همراه بودن اونجا و به سوال خبرنگاران و بعضی از مردم جواب میداد. گفته بود که من همیشه روحیه مذهبی داشتم و مذهب روی من تاثیر داشت و به دنبال یک دین و مسلک میگشتم که از نظر روحی و روانی به من صلح و آرامش بده و به دنبال این مذاهب مختلف تحقیق میکردم، مطالعه میکردم به دنبال این نظر و دین اسلام اون چیزی بود که روی گفت روی من اثر گذاشت و به اون به اصطلاح اون رو قبول کردن. یه شکلای سفید مردوی مسلمان به سرش بود، موهاشو کاملا کوتاه کرده بود و برای یه شکلا سرش گذاشته بود، ریشش هم به همون صورت بود، یه لباس سفید بلند که مردوی عرب می پوشن یا بهش میگن داشتشه،
و اونطوری بود. زن مصریش هم همون لباس زنهای عرب و مسلمان رو پوشیده بود و موهاش هم با روسری پوشانده بود و دختر کوچکی 5-6 سالش هم به همون تصویر مادرش لباس پوشیده بود. از اون موقع اون دیگه آواز نمیخونه، ولی بعضی وقتا در رادیوی که ترانه‌هاش پخش میشه و شاید هم درآمد اون رو برای مدرسه‌ای که تأسیس کرده خرج میکنه. او در اون موقع یه دبستان اسلامی در لندن برای بچه های دبستانی مسلمان باز کرد و من در اون موقع در تلویزیون دیدم که برای افتتاحش ولیعهد انگلیس چارلز رفته اونجا رو افتتاح کرد. چندی روزم بعد از 11 سپتامبر رفته بود نیویورک که دخترش که حالا همون دختر بچه که حالا دیگه به دانشگاه رسیده بود اونو ببینه. در فرودگاه گرفتنش در فرودگاه نیویورک به خاطر همون شکل ظاهریش و ریشوش و اینا، و البته بعدا ولش کردن، به خبرنگارا میگفت که من اومدم که دخترم ببینم، من همه میشناسن میدونن من کی هستم، ولی خب بازم من گرفتن. حالا در صورت این کسانی که به اعتقادات مردم حمله میکنن و میگن چون این مثلا مذهبو داره بده، این نباید اشاعه پیدا بکنه. اینا حرفایی بود که هیتلر میزد، مردم آزاد باید باشن، هر مسلکی رو که دوست دارن انتخاب بکنن، تا موقعی که به دیگران دست تحلیل نمی کنن طرز فکرشون رو. خیلی متشکرم. خب ما از شما ماندن خانم ممنون و متشکریم. دوستان شما هم میتونید به این صورت اگه مایل باشید صحبت کنید، نواراتون رو به اصطلاح روی صداتون رو روی وایس میل یا پیامگیر ما ضبط کنید و پخش کنید. حمایت هم یادتون نره. مرسی. و یکی از دوستان به نام دیوید نوشته I love your show. ما هم خوشحالیم دیوید جان که شما برنامه ما رو عاشقش هستین. خیلی هم خوشحالیم که عاشق خودمون نیستی، چون عاشق خودمون اگه بودی چه زن باشی چه مرد اون وقت کمی مشکل برای ما پیدا میکنی. در صورت ممنونم آقا دیوید که با ما هستین. این دیوید همون داوود خودمونه. و جالبه که این اسما مثلا چجوری تو زبانهای مختلف توی حتی زمانهای مختلف عوض شده. خب یک نوشته ای رو من اینجا به شما نشون دادم وقتی که خانم ماندانا صحبت میکرد، خیلی راحته. نوشته که Don't complicate life، یعنی نوشته که زندگی رو مشکل نکنید. بذارید من بزرگتر اینجا برای خودم بازش کنم که بتونم. نوشته اگر خب دلتون هوای کسی رو کرده miss somebody call، زنگ بزن تماس بگیر. اگر میخواین کسی رو ببینید بذارید من براتون اینو بذارم که شما ببینید. به ترجمه من خیلی اطمینان نکنید. wanna meet up، میخواین با یه کسی قرار ملاقات بذارید، خب دعوتش کن. wanna be understood، میخواین یه کسی به اصطلاح بفهمه شما رو، یه چیزی رو تفهیم کنید به یه کسی، خب براش توضیح بدید. بعد نوشته اگر سوالی دارید خب بپرسید. بعد میگه که don't like something، یه چیزی از یه چیزی خوشت نمیاد خب بگو. بعد میگه که like something، یه چیزی رو دوست داری اون رو هم بگو. stated یعنی مثل که خاطر نشان کن مثلا یه چیز. want something، یه چیزی رو میخوای خب بپرس بگو که من این چیز رو میخوام. love someone، کسی رو دوست دارید بهش بگید. keep your life simple، میگه که زندگیتون رو ساده بگیرید. آمریکایی هم میگن easy does it، یعنی آسون بگیرید تا بگذره بره. خودمونم داریم که سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. مونا خانم هم آمدن اینجا. این مونا خانم اگه اشتباه نکنم همون بود که نوشته بود که برنامه قبلی اون دوستمون جالب بوده راجع به ساعت و ماه رمضان، چون ایشون نوشته بود الان در سوئد ما آفتاب به اصطلاح از صبح داریم تا شب. مرسی، ممنونم. و ما باز علی شیرازی لطف کرده و یک ویدیویی رو از آقای عباس میلانی فرستاده. میدونید که یک شرکتی درست شد به نام تد، نه اون یونایتد و اینها،
و ویدیوهای خوبی رو میذاره از آدمای معروف. یکی از اونها آقای عباس میلانی هست. اگه آقای عباس میلانی اسمش رو با تد TED به اصطلاح کلیک کنید، این ویدیو میاد، ایشون صحبت میکنه راجع به اینکه ایران 80 چند سال پیش 90 سال پیش اسمش پرژیا بوده، بعد به لطف آقای رضاخان اسمش عوض شده، شده ایران. ملت خیلی وارد بودن که حالا اینقدرم به اشتباه میندازن. حالا هیچ کسی ما ندیدیم به پرژیا بگه پرژیا پریشیا فلان، ولی به ایران آیران میگن. برای یکی نوشتن آقا چرا میگه آیران، مگه تو نمیگی عراق؟ خب اینم بگو ایران، به این میگن آیران و به اون میگن عراق. در هر صورت اینم از این ماجراست. ممنونم از علی شیرازی عزیز و رومیرم براتون گفتم. تمام مشکلای ما این بود که رومی سفید پوست بوده یا سیاه پوست بوده، حل شد به لطف این دوست دانشمندمون. و اما یادتونه اون روز سم از من پرسته بود، این دوستمون سعید، که از آقای عقیلی پور یا از آقای آریان پور یا از شما بینندگان بپرسیم ماجرای این سیلی زدن در گوش سفیر عربستان آیا صحت داره یا نداره و اصلا چرا باید همچین عمل زشتی انجام بشه. آقای امیر هوشنگ آریان پور لطف کردن این پاسخ رو نوشتن. سربی گرامی، با ارسال چند مدرک از منابع مختلف در مورد چک زدن برادر شاه به گوش کنسول عربستان، باید اضافه کنم که این مطلب حقیقت نداشته و نداره. محمد رضا شاهی که من میشناختم به قدری ترسو بود که از سایه خودش نیز میترسید، حتی در مواردی که ممکن بود اتفاقی رخ دهد پا به فرار گذارده و از کشور خارج میشد. او را با ملک حسین و اسد مقایسه کنید. من یک بار در هنگامی که وضع نیروی دریایی را در بندرعباس به مدت 45 دقیقه در آمفی‌تئاتر که حداقل 500 نفر پرسنل دریایی در آن اجتماع کرده بودند در مورد خرابی وضع سازمان اتکا بود که مسئول تأمین خوراک ارتش و در رأسش سپه بود ایادی که در آن جلسه پشت سر اون نشسته بود توضیحاتی دادم، شاه سرش را به عقب برگردان و از ایادی سوال کرد این افسر چه میگوید. ایادی جواب داد خلاف به عرضتان میرساند. جواب دادم قدم رنجه بفرمایید و سری به این دکه که در فاصله کمی از اینجا قرار دارد بزنید و ملاحظه فرمایید چه کسی خلاف به عرضتان میرساند. بلا فاصله شاه موضوع را عوض کرد و دیگر دنبال خلافکاری های ایادی را نگرفت. چرا؟ حتی ترس از ایادی. ایادی همون نیست که دکتر دامپزشکان بوده و چون بهایی بود شاه بهش اطمینان میکنه و اون رو به عنوان دکتر شخصی خودش قبول میکنه. دوستان بعضی وقتا خود منم این دکترای دامپزشک و اینها رو مسخره میکنم، ولی میگن دکترای دامپزشک بعضی هاشون از دکترای معمولی بیشتر میفهمن، چون دکتر معمولی به تو میگه چته، تو براش توضیح میدی که چت هست، اون برات دوا میفرسته، ولی دکترای دامپزشک میان گاو و سگ و الاغ و هر چی پرنده رو نگاه میکنن، خودشون باید تشخیص بدن و پرنده و خر و گاو و الاغ و اینها زبون ندارن که بهش بگن چمونه. در هر صورت ایشون همونجوری که گفته مدارکی رو گذاشته، نوشته راستی آزمایی سیلی زدن برادر شاه به گوش کاردار سعودی. در نتیجه در سال ادعا شده در شایعه، آها نوشته که متن شایعه اینه که سال 1338 شرطه عرب، این میدونید که پلیسای عربی رو بهشون میگن شرطه، تو همین فرودگاه جده میزنه تو گوش یه نفر پیرمرد، زیرا زایه مال ترک ارومیهی بوده، میره پیش شاه شکایت میکنه، شاه بیدرنگ سفیر عربستان رو میخواد که سفیرشون ایران نبوده و توضیح دادم اون روز اینها، اونو گوش کنید. ولی اینجا جالبه، میگه اصلا سال 1338 شاپور علی رضا پهلوی زنده نبوده، برادر محمد رضا و فرزند رضا خان در سال 1333 در سانه هوایی کشته شد که حتی میگفتن کشتنش. دو، مراحل ساخت فرودگاه جده در سال 1974-1353 شمسی آغاز گردید و در سال 1981-1360 شمسی افتتاح گردید.
سه در نتیجه در سال ادعا شده در شایعه نه علیرضا پهلوی زنده بوده و نه فرودگاه جده ساخته شده بوده. خب دو تا اشتباه کردن بهشون بدیم 18، ولی تازه اگر همچین چیزی رو هم درست گفته باشن باز این دلیل بر بیکفایتی، بیسوادی، عدم سیاستمداری شاه و اطرافیانش میشه. من نمیدونم چرا اینا حتی به اشتباهای بارز و مشخص اینجوری هم اینا افتخار میکنن. خب اینم از نادونیشونه دیگه، ببخشید. خب بریم سراغ این مونه خانم. نوشته تازه فرق عراق و ایران رو نمیدونن. بله بله، خیلی هاشون هستن. وقتی به یکشون میگی من از ایران هستم، میگه او صدام حسین، بعد که یه ساعت براش توضیح میدی بعد میگه او خمینی، میگن بابا چرا شما ایران و اینا رو به این آدما میشناسی؟ چرا اینا رو به، البته ما مثلا تو آمریکا دیدیم، اینجا شما نقشه آمریکا رو ببر تو خیابون، اولا 40% از اینا نمیدونن نخست وزیرشون کیه، یعنی معاون رئیس جمهورشون. دومن حتی ایالتهای آمریکا رو، مثلا ماها که حالا تازه با یک مقداری مسن بودیم اومدیم اینجا، تا بگن یه چیزی میفهمیم که این ایالت وسط آمریکاست یا غرب آمریکاست یا شرق آمریکا، اینا اصلا اینا رو هم بلد نیستن. دلیلش هم اینه که اصلا میگن ولمون که بابا ما همش خوشیم، نوار گوش میدیم و آبجو میخوریم و نمیدونم ساندویچ میخوریم و تا فردا بشه. دوستان عزیز، ساعت 2:46 است، 14 دقیقه دیگه با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود. متاسفانه من این رو واقعا باید ابراز کنم که این دوستانی که فرهیخته هستن، دانشمندن، محققن، وقتی چیزایی به این سادگی رو در نظر نمیگیرن که خود شما شاهدید که من چند بار تا حالا گفتم آقا خانم شما اگه میخواید برنامه داشت باشید در تلویزیون مردم، باید کمک به حال من باشید، نه اینکه باری روی دوش من بذارید. از اینا خواهش کردم درباره با برنامه امروزتون یا هر روزی که برنامه دارید یه ایمیل بفرستید، سر اون تیتر مقاله یا تیتر برنامه رو بنویسید که بله ایشون لطف کرده دنباله اسلام شناسی. عکس ها رو اگه درباره امروز میخواین بفرستید یا ویدیویی رو میخواین بفرستید، اینها رو توی ایمیل با شماره بفرستید که من اینا رو یه بار بگیرم نگه دارم تو سیستم. و ما الان چند سال این کار رو داریم با کانون آوا انجام میدیم. چقدر این آقای راستگو مرتب منظم اینا رو برای ما میفرسته، این ویدیو اینقدر دقیق است، این ویدیو اینقدر دقیق است، اول آقای فلانی میاد صحبت میکنه، دوم این ویدیو رو پخش کنید، هر وقت هم میگفتن این عکس‌ها رو با شماره. خب دوست نازنین من، شما که محقق هستی، دانشمند هستی، یه چیزی به این سادگی رو چند بار من خواهش میکنم شما انجام نمیدی، آخه چه امیدی ما به شما داشته باشیم؟ هر دقیقه یه دونه عکس میفرستید، میگید اینم برای امروز، اینم برای امروز، اینم برای امروز، ما هم دیگه بیخیال میشیم، ولش میکنیم. بعد یه مدت هم میشیم مثل تلویزیون رنگارنگ و تلویزیونای دیگه، میگیم آقا شما حرفتو بزن ما میایم، میریم دنبال کارهای پست و نمیدونم چی بگم. خب با معذرت، مثل اینکه کفش اجازه پاتوش گذاشتن نمیده. آره این مال دیروز بود که دوستمون میفرستاد و بنه گفتم این خالیه. دوستان عزیز اگه میخواین ببینید مجریان برنامه های تلویزیون ماه رمضان در کویت این هست، میبینید که روی چیزشم، روی پیرنشم نوشته Dear God, thanks for beer, women and football. نوشته خدای عزیزم ممنونم ازت، روی این پیرن این خانم نوشته خدای عزیز ممنونم برای آبجو، برای زنها و برای فوتبال. حالا این مال کویته، من نمیدونم آیا وضعیت کویت بهتر از کشورهای دیگه است یا چی. خب میخوام یک تصویر جالب بفرستم، نمیشه چیکار کنم که همین حالا بفرستم. علی جان شما یک کمی باید این تو که بابا مهندس هستی، ما این هنرستانی ها مخصوصا بعد که رفتن درس خوندن اینا میگیم دیگه اینا همه چیز رو میتونن حل کنن. شما از پسرت، دخترت، از یه جوانی سوال کن یه بار این عکس فرستادن اینها رو بهت نشون بده. شما برو رو فیسبوک مردم تیوی، همونجا میتونید توی کامنت، اونجا میخوایم من الان اینجا بهتون نشون بده. بیا 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 بنشین بگویم من کلامی. آهان اینجا نمیشه،
ما هم خوب شد گفتیم یه حرفی میزنی توی قسمت این ویدیو زنده نمیذاره تو قسمت کامنت ها من به اصطلاح عکس ارسال کنم. واو جالبه. خب لابد میخوان خیلی چیز نفرسه. علی جان ازت عذر میخوام اگه گفتم توی قسمت مردم تیوی میتونی این عکس رو بفرسی، نمیتونی. توی قسمت های دیگه تو قسمت کامنت هم میتونید چی بنویسید هم میتونید عکس بفرستید. ولی ازت ممنونم که چون اینو پرسیدی منم یه چیزی یاد گرفتم. مرسی مرسی مرسی. خب ببینم که این دوستمون در رابطه با یوسف اسلام یا کت استیونز چی میگن. هنوز زنده است بعد از 11 سپتامبر او را به آمریکا راه ندادند. ممنونم. این دوستمون از کانادا پاسخ دادن. من میدونم بله، اتفاقا این نشون میده که این سیستم اون نو فلای لیست چقدر عوضیه، چقدر اشتباه هست. چون توی دو سه روز گذشته معلوم شده همین آقایی که 49 نفر کشته و از اون بر معلوم شده در بچگی خیلی مشکل داشته، از اون بر معلوم شده در 3 سال گذشته چندین بار به این دیسکو یا به این بار یا به این محل گرد همایی گی و لزبیان ها رفته، از اون بر معلوم شده که چندین بار برای این و اون عکسش رو فرستاده که اینا وقتی برای هم عکس میفرستن معمولا عکس از جاهای مختلفشون میفرستن، طول و عرض و گشادی و نمیدونم ببخشید پهنا و اینها. ولی اینا هنوز هم میگن این تروریست و فلانه. از همش جالبتر اینه که اگه این تروریست اسمش روی لیست شما بوده چرا این تونسته بلیت بخره، بلیت هواپیما خریده یه بار که رفتن مسافرت و والت دیزنی و با زن و بچه‌ش اینها بماند همین جدید، یعنی برای آینده، برای جولای هم، برای ماه آینده هم ایشون بلیت خریده. و اون وقت میبینید یه خواننده ای رو که با گیتارش میخواد بیاد اینجا اسمش رو میذارن جزو لیست به اصطلاح نو فلای لیست که الان دیروز پریروز توی آمریکا قرار بود. حالا که این 49 نفر کشته شدن اقلا از کشته شدن اینها یک کار خوب انجام بشه. این اسلحه هایی که اسلحه های چی بهش میگن اسالت هست، یعنی خیلی اوتوماتیک و پرقدرت و برای ارتش و اینا هست دست مردم نباشه. ولی با همه اینها چون این نماینده های مجلس نمایندگان حقیقی مردم نیستن این کار انجام نشد و اینا هم حالا میرن. باورتون میشه مجلس آمریکا 2 ماه یا 3 ماه این بچه مدرسه یا میرن تعطیلات؟ اون وقت این پدر سوخته ها قانون گذاشتن بچه های خودشون دانشگاه که میرن شهریه هاشونو که قرض میگیرن بعدن بخشیده میشه، یعنی شهریه مجانی. در صورتی که هر دانشجوی وقتی میاد بیرون از 100 هزار دلار 200 هزار دلار بدهکاره. همین آقای اوباما تا قبل از اینکه بشه رئیس جمهور هم خودش هم همسرش داشتن قسط شهریه های مدرسه و دانشگاهشونو میدادن. آمریکا اگه کسی میخواد بیاد واقعا دربارش صحبت کنه خیلی حرفای ناگفته هست که باید وقت گذاشت و بشینیم و صحبت کنیم. خب احمد خاتمی و حذف اونو گفتم، پیام 8 دقیقه این دوستمون رو خوندم. پارادوکس پرژیا همین ماجرای آقای عباس میلانی چک زدن تو گوش اونو گفتیم. و Do they know English؟ بله آها، این لباس این چیزه رو میگه که اصلا اینها انگلیسی میفهمن، این عربی که آمده روی پیرنش اونم تو ماه رمضان اینو پوشیده که خدای عزیز متشکرم برای آبجو و زن و فوتبال. من فکر کنم بعض وقتا هم نمیفهمن، چون توی ایران هم همین ماجرا بود، طرف داشت پرچم آمریکا رو آتیش میزد، از اون ورم داشت میگفت مرگ بر آمریکا، ولی پیرنی که تنش بود نوشته بود I love US و I love New York. از این مشکلات اینا بوده هم میشه. این اثر را مینو صمیمی ها، یه سریشون شیرازی هستن، نمیدونم حالا این خانم مینو صمیمی هم شیرازی هست یا نه، در هر صورت کاری نداره. این اثر را مینو صمیمی از مسئولان دفتر فرع فعلی نوشته و توسط دکتر حسین ابو ترابیان ترجمه شده است. مینو صمیمی متولد آذر 1325، دختر صادق صمیمی، رئیس سابق موزه ایران باستان. در این کتاب پس از نقل
مجمل زندگی نامه خود از دوران نوجوانی تا پایان تحصیلات عالی در سوئیس و بازگشت به ایران ابتدا به شرح دوره‌ای می‌پردازد که متعاقب استخدام در وزارت خارجه به عنوان منشی سفارت ایران در سوئیس به کار مشغول بوده است. وی طی 6 سال خدمت در سفارت ایران از سال 1346 تا 1352 برای اون احمقی که برای من پیام گذاشت راجب باغ وحش صحبت کرده بود، برای دیگر نادانانی که امیدوارم این برنامه رو نگاه کنن دانا بشن، برای مخالفین من که امیدوارم بشینن آگاه بشن اگر جرأت دارن بیان صحبت کنن، و برای اونهایی که فکر میکنن دشمن من هستن چون احمق هستن، ببینید سالها رو در نظر 1346 تا 1352 به سبب تسلط کامل با 3 زبان فرانسه، آلمانی و انگلیسی نقش مهمی در رتق و فتق امور مربوط به سفرهای متعدد شاه و فرع به کشور سوئیس داشته است و مسائل گوناگونی از آنچه طی این سفرها رخ می‌داده در کتابش آورده که هر یک به سهم خود برای آگاهی به حقایق اوضاع دربار از اهمیت خاصی برخوردار است. نویسنده در سال 1352، 5 سال قبل از انقلاب، به دعوت فرح به ایران باز می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه و دفتر روابط عمومی سازمان ملی حمایت از کودکان را که زیر نظر فرح اداره می‌شد به عهده می‌گیرد، تا آنگاه که در سال 1355، 2 سال قبل از انقلاب، مستقیماً وارد تشکیلات دفتر مخصوص فرح می شود و به عنوان منشی مخصوص او در امور بین المللی به کار می پردازد. در طول 2 سالی که مینو صمیمی مقام منشی امور بین المللی فرح را به عهده داشت، با جریانهای پشت پرده بیشماری در دربار آشنا می شود و آنطور که خود مدعی است بله، سرانجام پی می برد که در دربار پهلوی مرزی بین خدمت برای رژیم و استفاده های شخصی وجود ندارد و مقامات درباری از طریق کانال هایی که به وجود آورده اند ثروت عمومی را به جیب های خود سرازیر می کنند. نویسنده در این کتاب ضمن شرح مفصلی از دوران خدمت خود در تشکیلات فرع یک یک معایب و نابسامانی های موجود در دربار را نیز برمی شمارد و به تحلیل مسائلی می پردازد که به زعم وی دلایل قیام مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. حالا شما هی بشینید بگید آقای خمینی با کارتر تماس گرفت، آقای خمینی با کی بود؟ کندی تماس گرفت. یه مقاله خیلی خوبی خوندم تو این نشریه ایرانیان، 2 تا مقاله، اینو بعداً براتون صحبت میکنم چون الان دیگه وقت کم داریم، 3 دقیقه دیگه ما باید با آقای یزدان خدابندلو باشیم. اجازه بدید دوستان فیسبوکی، من چون فیسبوک 90 دقیقه بیشتر اجازه نمیده که برنامه داشته باشیم و خودش قطع میکنه، همینجا ازتون خداحافظی کنم. 3 دقیقه دیگه با شروع برنامه آقای یزدان خدابندلو باز فیسبوک رو هم وصل میکنیم و با شما هستیم. اگر سوالی هم دارید در طی برنامه آقای خدابندلو میتونید روی فیسبوک بپرسید، من از ایشون میپرسم. امیدوارم نه مثل آقای مانتی فاطمی شما را از لیستشون بیرون بندازن و بلاک کنن، و نه مثل اون دوستمون بگن شما ایشون رو بیار اینجا من میخوام بزنم داغونش کنم. ایداد بیداد. پس دوستان فیسبوکی باشید تا ما برگردیم. به قول مشتفر مستخدم هنرستان اهل یاسوج، الان ایرام الان ایام. خب دوستان عزیزی هم که روی تلویزیون مردم ما رو میبینید، یک دقیقه دیگه دوباره برنامه رو شروع میکنم. باشید با ما. مرسی.